بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با موسی فریور استاد دانشگاه و علی اخلاقی عضو مجلس نمایندگان که در استودیو با ما هستند مهمانان عزیز به برنامه ما خوش آمدید تشکر آقای اخلاقی میخوایم در ابتدا بدانیم از شما که شورای عالی مصالحه ملی های را جمع آوری کردن روی از صحبت کردن و امروز آخرین روز یا نهایی هست که این طرحها نهایی میشه و یک طرح واحد مد نظر گرفته میشه میخوایم بدانیم که مجلس نمایندگان افغانستان چقدر در جریان هست آیا طرح را از سوی هم مطرح شده و شورای عالی مصالح ملی فرستاده شده یا خیر بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما خدمت جناب استاد و بندگان محترم برنامه تون امیدوار هستیم که نشست که قرار است در ترکیه برگزار شود و به خیر و به نفع مردم افغانستان تمام شود و مردم افغانستان از این بدبختی ها و از این ای مشکلات رهایی پیدا بکنه بله اما که شما اشاره کردین قرار است که شورای مصالحه ملی از احزاب از مجموعه های سیاسی و از جمله از پارلمان ترهایی که در رابطه با نشستی که در استانبول یا در ترکیه برگزار میشه اگر داشته باشند تمام این ترها را دریافت بکنه و یک برایند واحد از تمام از این ترها داشته باشند تا بیتانه با یک طرح واحد در این نشست شرکت بکنه اموتر که احساب دیگم هم خود داشتن قرار شد که در مجلس نمایندگان هم یک کمیسیونی متشکل از نمایندای ولایت های مختلف اینا بشینن و یک طرح واحد را داشته باشن به خاطر از یک پیشکش بکنه برای نشستی در ترکیه بله این طرح هست جدا ما از طرح جز... از... شورای عالی ملی پیشکش خواهد کرد خب ببینید در کمیته که تشکیل شده است برای ریاست جناب خان نیسه به با یک کمیته باید تمام از این طرح های متعدد را باید ببینه در این طرح هر کس اگر طرح جامعه داشته باشه احزاب و مجموعه ها در اینجا باید داده شود تا اینا توحید شود به می اساس هم بود که در مجلس نمایندگان هم قرار برای شد که یک کمیته رو یک طرح واحد کار بکنه تا یک طرح برای از این گفتگوها ها داشته باشد و یعنی این طرح را باز به شورای بله خب البته بحثش هنوز پختن نشده است به خاطر از که ای ای آیا اگر از طرف مجلس نمایندگان در این نشست نمایندای حضور داشته باشه ممکنه که اصلا طرح پیشکش بکنه در خود از این نشست و در غیر از او اگر قرار بری شود که از مجموعه های مختلف داخلی یک طرح واحد در این نشست ارائه شود و قطعا توحید خواهد شد ممنونت. و از جمله طرح از طرف شورای ملیم در اینجا مطرح خواهد شد ممنونیتان آقای فریور در چنین شرایطی که روی ایجاد یک طرح واحد صورت میگیره و صحبت صورت میگیره و آمادگی ها برای نشست ترکیه آقای خلیلزاد به کابل آمدن با رئیس جمهور و عبدالله هم دیدار داشتن چقدر با اهمیت میدانین دیدار آنها را و سفرشان را به کابل بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین سلام به شنوندگان و بینندگان با تشکر از برنامه شما و با عرض سلام به جناب آقای اخلاقی ملت افغانستان در یک انتظار فوق العاده کشنده به سر که آیا نشست استانبول که وزیر خارجه امریکا میگه ادامه نشست دوها هست به نتیجه میرسه یا نمیرسه این تشویش ملت قابل درک است بخاطر که ما در قایده جامعه هستم و درک میکنم که جامعه چی میاندشه و چه خیر آس و تشویش داره بدون فشار خارجی قضیه افغانستان متاسفانه قابل حل نیست سفر آقای خریزاد به کابل نشانگر یک حقیقت تلخ است که هنوز هم افغانستان تصمیم گیرنده نیست این خارجی هستند که در مورد مقدرات افغانستان تصمیم میگیرن اما نقش ملت افغانستان هم نباید نادیده بگیریم تا جایی که ما شنیدم از آقای اخلاقیان بیشتر شنیدیم بیشتر از 200 طرح برای شورای مصالحه مواصلت کرده و در رأس یک کمیته آقای قانونی قرار گرفته که نظریات متباین و متضاد و خواستای عجیب و غریب توحید کنه که کار بس دشوار است اما یک چیز حقیقت داره که از کار نکنیم آیا این گپایی که ما جای این تره گیر مگه واید بسازیم که امروز روز آخر است اما قسم شما در مقدمه گفتین این تر در کنفرانس یا نشست استنبول شنویده داره یا نداره؟ ارباب اقتدار اولیای اقتدار دو طرف منازعه و جنگ افغانستان به گپ گوش میتن نمیتن ما در شما گفتم چندین چندین رسانه دیگه هم گفتم متاسفانه جای نمایندگان حقیقی ملت افغانستان در این شست خالی از آدرس ملت افغانستان دیگه را گپ میزنن چیزی که به او هیچ توجه نشد در نشست دوها یا در مایده بگیم یا قطر نقش مردم افغانستان بود هر کس در افغانستان میاد با شمول فریوار که من نماینده ملت افغانستان است و ملت افغانستان سرگردان است که کی, کی واقع حقیقتا نماینده است قلدرای قومی قلدرای مذهبی مافیا تروریستای اقتصادی که خون و گوشت و پوست ملت میخورن و میمکن و آیا یا نماینده ملت هستند به ما امیدوار هستم تمام یعص و سرخوردگی و پریشانی و استرابی که در جامعه ما وجود داره دو طرف منازعه افغانستان با اقلانیت سیاسی در نشست استانبول به ای راده شرکت کنن که حاضر با تنازل شوند من یک گفت بارها از رسانه شما گفتم از چندین رسانه گفتم که بدون پرداختن قیمت و بدون تنازل یا فروگذاشت از موازه قبلی نا است که دو طرف به نتیجه ملموس و قابل انتظار ملت دست پیدا کنن یک نقطه را بازهم ایجه میخواهم برجسته بسازم متاسفانه امدا او قصتا در نشست دوهه و بعدا مایده صلح قطر جای ملت افغانستان خالی گذشته شد یک و دوم جای وسیط بالخیر که اگر دو طرف بینشان تنازع ایجاد شوه یا مذاکرات با بنبست به انجامه با جانب وسیط بالخیر یا سالس بالخیر کجاست کو بیا میانجیگری کنه و این نقاط متضاده به هم نزدیک بسازه و متاسفانه این عمدن امریکا ایجا خالی گذاشتن تا این مقدرات افغانستان واگذار کردن با نشست یا گفتگوهای بین الافغانی کار که امریکا می که متاسفانه گروه های که امروز در افغانستان در زیر سایه جمهوری اسلامی زندگی میکنند دارای منافع متضاد با مذارت و تاریک اسلامی طالبا یا نمیتونند روی یک تر واحد به نتیجه برسند رای حل بود که یک وسیط بلخیر در میان دو طرف وجود میداشت غیر جانب دار مسلکی که ما آمدن یه متضاده به حساب چی میکردن نزدیک میکردن به اینشتان تقریب یا نزدیکی ایجاد میکردن حالا میخوایم با سوال شما مشخصا بگویم بازم در مقدمه گفتم تکرار میکنم که بدون فشار لازم سیاسی سی. آی فشار بر اطراف منازی افغانستان وارد شده تا بال ما فشار احساس نکردیم چرا اگر فشار وارد میشد باید به سر آتش بس خصوصا ما داستانی ماه مبارک رمضان قرار داریم باید حتما روی آتش بس حداقل در ماه مبارک رمضان توافق صورت میگرفت حالا ما روزی که با وجودی که نشست استانبول در ده دهه اول ماه مبارک رمضان احتمالا برگزار شد آرزوی ما و آرزوی ملت افغانستان آرزوی جوانان افغانستان آرزوی استادای پانتنا افغانستان محصلان افغانستان نیاز که به احترام ماه مبارک رمضان یا آتش بس اعلان کنند با اعلان آتش بس باز ما احساس میکنیم که فشارها هم از فشار افکار ما فشار خارجی نتیجه ملموس بر دو طرف داشته بسیار تشکر آقای اخلاقی سفر را که آقای خلزاد دارن و کابال دیدار را که آقای عبدالله و آقای غنی انجام دادن فکر میکنین که آیا چقدر ربط میگیره به مسئله طرح و مسئله آجنده یا طرح مشخصی که باید به با نشست انقره پیشکش شود؟ ببینید در نشستی که در ترکیه برگزار خواهد شد قطعا اگر طرح های متفاوت هم باشد در سه محوریت ای ترها خلاصه خواهد شد یکی طرح از طرف طالبا خود بود و او بحثی برقراری حکومت اسلامی هست خب قبلا بحث امارات اسلامی می و مطمئن نستم که با گری که در مسکه و از طرف سه چهار تا کشوری زینفوز صورت گرفت دیگه بحث امارت تبدیل خواهد شد به بحث حکومت اسلامی با مو یک ساختاری تعریف شده ای طرح دوم یا اگر بگم طرح هم متعدد باشه ولی محوریت دوم از جانب جمهوری خواه خواهد بود که در محور از این طرح ها طرح حکومت است و او بحث انتخابات و انتقال قدرت از طریق انتخابات است و سومین طرح خود طرح خب ممکن از از زبان یک تعداد افغان گفته شود اما قطعا تحت طرح کشورهای دیگه هست و بحث حکومت انتقالی و حکومت مشارکتی بنابراین همونطور که جناب استاد گفتن بیشتر این نشست ها و این طرح از جانب بیرون مهندسی میشه اینا اونا هستن که تصمیم میگیرن ولی ولی سفر جناب خلیلزاد به افغانستان یکی این که خب این نشانه آشکار ازی است که متاسفانه در مسائل افغانستان همیشه دیگر دیگر آمدن که گفتن چیکار بکنید چیکار نکنید دی دخالت آشکار است و مشخصا سفری که ایشان داشته جدای از طرح میخوای که امو قطعا پیامی که خوبی در رسانه ها هم درز نکرده یا امو ذهنیتی که نظام حاکم آمریکا داره میخواه انتقال بده به زمامداران سیاسی در افغانستان یعنی اینا, اینا آماده بکنه برای اینکه که شما باید این پذیری از خود نشان بدین و باید در نشست در ترکیه صورت میگیره یا این نشست فصل خطاب باشه یا حداقل یک در واقع امو نشست مقدماتی برای یک تصمیم نهایی باید باشه درست ممنونتون آقای فریور اگر موفق نشه حکومت افغانستان که یک طرح واحد را پیشکش بکنه یا به عباره دیگر وقت طرح واحد را شورای عالی مصالحه ملی پیشکش میکنه طرح دیگر از طرف مجلس نمایندگان طرح دیگر از طرف حزب بودین حکمتیار و کسان دیگر که به نوع مخالفت نشان دادن مطرح شود در آن صورت فکر میکنیم چی نتیجه میتوان گرفت از نشست ای پاو قلادا است و خطرناک است و, و زیانبار است به خاطری که آرزو بود انتظار ای بود که آقای غنی که علا در رأس اقتدار در افغانستان قرار داره یک اجماع داخلی را به وجود می آورد با عذاب امده سیاسی قسم که شما اشاره کردین باید اسلامی افغانستان جمعیت اسلامی افغانستان و دو حزب با اصطلاح وحدتاین و سایر عذاب به از آنها باید کنار می آمد که متاسفانه نتانست حال ما شاید چند تر هستیم به شکل مشهود تر شورای مساله که من انوز هم در موافق نیستم که آیا تر آقای غنی ها هم مشمول همی هست یا نیست یا تر آقای غنی با عنوان تر شورای علی مساله اعلان میشه یکی ترش کمیتی عذاب سیاسی است که دو عذاب امدی سیاسی افغانستان حضور دارند چند روز پیش یک را نصادر کردند و این نشان میده که یا در شروع علی مساله نیستند یا تر از یاد اوج گنجانیده نمیشه تر دیگه از طرف پارلمان است که سر و به حساب تش معلوم نیست و تاره از جانب چیست؟ تاریک اسلامی طالب است ولی ما فکر می کنم که رسل تو روح یا اطراح بگویم تاری آقای وزیر خارجه الات متحده امریکا آنتونی بلینکن است که بر دو طرف داده او تر ما فکر می کنم که چی میشه در افغانستان قابلیت چی را داره تطبیق داره چرا اراده سیاسی وجود داره امایت سیاسی وجود داره و آقای خرزاد آمده پیام شمی است فهم امی است استنباط مایم است با عنوان یک شهروند با مسئولیت افغانستان استاد امیر رشته متاسفانه که آقای غنی آمده که با ارباب اقتدار در افغانستان تفهیم کنه که شما رای ندارین جز پذیرش تر آقای آنتل بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در او روی حکومت انتقالی تاکید شده یا حکومت سلمیگن، میگن حکومت سرپرست میگن حکومت موقت که در حکومت موقت جای برای آقای غنی وجود نخواهد داشت متاسفانه همواره از این صحبت صورت میگیره که طرح بیرونی ها در افغانستان نمیتونه کار به و یا هم موثریت داشته باشه پس چرا از دید شما همه ای کسانی که ترهایی را مطرح میکنند نتونستن که به ایک دید واحد برسن بین هم بنشینن ترهایشان را با هم مقایسه بکنن و بالاخره یک طرح واحد از همه مطرح شد ببینید از حقیقت ترخ باید ما چشم پوشی نکنیم آقای غنی در آوردن اجماع ملی یا اجماع داخلی ناکام ما اگر اجماع ملی صورت میگیرد و نظریات گروه و اعضا و شخصیت های مهمه مطمئن نظر مگرفت و واقعا بحث دموکراسی را در تصمیم گیری در مورد سال بر رسمیت مشناخت که نشناخته متاسفانه اما زیر یک چتر جمع شدند در زیر چتر شورالی مساله و میگفتن نظر مامیز د اوجه رای گیری صورت میگرفت رای تاریک اکثریت آرا را به دست میاورد او را باید میپذیرفتند می که متاسفانه این تره نمیپذیرند اگر یه جمعه صورت می ما در یک میز خبری دیگه هم با شما گفتم یادم است ما گفتم که آینده سیاسی آقای غنی هم در, آینده در نظام سیاسی افغانستان چی میشد تضمین میشد ولی نه با آقای غنی کی مشوره داد هواریونش یا مثلا اواریون خارجی برای چی مشوره نادرست برش دادن که او نتانست یا نخواست یا اراده نداشت که به اجماع داخلی احترام بگذاره این ممکن بود از ناممکنات نبود دیدگاه های ما... رابران عذاب سیاسی درست. را شخصیت های مهم و گذاره باید احترام میکرد و ملحوظ نظر قرار میداد من یقین دارم که در دا اون طرح آینده سیاسی خود آقای غنی تضمین میشد ولی در طرح که در نشست استانبول من فکر نمی کنم که برای آقای غنی آینده سیاسی تضمین شود در صورت قابلیت ترخی... تز... تضمین داشت که اجماع داخلی در کشور با وجود می آورد در او صورت آینده سیاسیش تضمین می شد بالاخره طرحی که مطرح میشه حالا از طرف حکومت افغانستان یا در کل از طرف دولت افغانستان است که باید سه قوه را در بر بگیره ولی وقت مجلس نمایندگان افغانستان طرح جداگانه داشته باشند حالا جدا از بعض از ها و احزاب که خواست های دیگر را مطرح میکنند در آن صورت فکر میکنین که چه باید شود تر حکومت پذیرفته شود طرح شورای ملی یا هم مجلس نماینده؟ نبا متاسفانه ما نه ما که شما آقای اخلاقی کل ملت برمی سوال نتانست تا بال جواب پیدا کنه که چرا ما نتانستیم یا ارباب قدار نتانستن که در افغانستان یک اجماع داخلی را یا اجماع ملی را بر آوردن سال وجود بیارن اگر این کار صورت میگرفت که وقت بسیار ناوقت شده متاسفانه اله ما با این ها مواجه نمی شدیم بدون شک تا جایی که من احساس میکنم در فرصت بسیار کوتاهی که پیش روی است حال با آقای غنی میتونم من یقین و باور دارم که تا تا یک روز پیش از نشست چی استانبول همین اجماع با به وجود بیاره و نقاط نظر خود دیکته و تحمیل بالای دیگران نکنه نقاط نظر دیگران را بپذیره درست. اگر آقای غنی مسئولانه عمل کنه ما یقین دارم که اجماع ملی احتمالاً به وجود خواهد آمد ممنونتان. و اگر با بر نقاط نظر خود کماکان تاکید کنه باد ما فکر می که در نشست استانبول از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان یک نظر واحد پیشکش نخواهد شد درست ممنون تا آقای اخلاقی آنچه که ما هم از در شرایط فعلی منافع ملی هست که باید من نظر گرفته شود و با... برای مردم افغانستان نشست ترکیه مهم است که نتیجه و به خاطر نتیجه دادنش باید یک طرح واحد و اجماع وجود به وجود بیه مجلس نمایندگان آیا مسئولیت خود در این زمینه اجرا کرده آیا واقعا حداقل مجلس نمایندگان این تلاش را کرده که میان خودشان و میان دیگرها یک اجماعی را به نو حکل بتن؟ ببینید در مجلس نمایندگان کسای عضویت داره که یک تعداد از اینا رابطه نزدیک با حکومت دارن و کسای هم هستن که رابطه نزدیک با جناب دکتر سیب عبدالله دارن کسای هم هستن که با احزاب مختلف لذا در مجلس نمایندگان یک نظری توحید متاسفانه شکل نگرفته چرا به خاطر از ای که نظراتی که در داخل مجلس نمایندگان است نظراتی همسو نیست ارز کردم که کسایی هستند که اینا در احزاب مختلف عضویت داره کسایی هستند که بسیار رابطه نزدیک با حکومت داره کسایی هستند که با رابطه نزدیک با جناب دکتر سیب عبدالله و شورای عالی مصالحه داره و او خاطر نتانستند که مجلس نمایندگان به یک دیدگاهی واحد برسه و از آدرس مجلس نمایندگان یک طرح واحد و یک طرح جامعه ارائه شود خب یک بحث بحث دیگه چیزی که مهم است این است که در نشستی که در استانبول یا در انقره در هر جای ترکیه اگر قراره که برگزار شوه چیزی که مهم است در نتیجه از این نشست ها خواست اقشار مختلف مردم افغانستان و مصالح کلی مردم افغانستان این طرح از جانب هر کسی که باشه مهم این است که مطابق خواست و مطابق ازمو در واقع منافع و مصالح و حق و حقوق کلی اخشار مختلف افغانستان صورت بگیره در غیر از او اگر این یک طرح تحمیلی در اونجا پیشکش شوه و این قرار شوه که عملی شوه افغانستان به یک صلح حسابات پایدار نخواهد رسانید به خاطر ما اگر بخوایم کسانی که در اینجا داخل است اگر میخواین که یک صلح حسابات پایدار یک امنیت پایدار در افغانستان به وجود بیاید و یک نسخه موقتی در این نشست پیچیده نشوه طرح جامعه خواهد بود که تمام مسائل و تمام خواستها و مطالبات کلیه مردم افغانستان هم از زنان و مردان هم از گروه های مختلف فرهنگی و سیاسی و عام از جامعه مدنی و مسائل و, و, دیگر اخشار مختلف با افغانستان باید طالبات از اینا و خواست از اینا در نظر گرفته شود و به خصوص ارزش های دو که علا رغم تمام مشکلاتی که افغانستان حکومت و دولت افغانستان در طول ای دو دهه داشته اما یک سلسل دستاورت در این دو دهه داشته که این ارزش و این دستاورت ها باید حفظ شود در غیر از او متاسفانه ما نمیتونیم که به یک امنیت و یک صلح و ثبات پایدار در افغانستان برسیم آقای فریبر آنچه که آقای اخلاقی هم تاکید کردن این است که خواست تمامی جناها و مردم افغانستان منافی مردم افغانستان مد نظر گرفته شود در این طرح چگونه یک طرح میتونه که بازگو کننده خواست مردم افغانستان منافی ملی و همچنان خواست جناهای مختلف در افغانستان باشه خانم دانش وقتی که ما از تر گپ میزنیم بیشتر گفتم که بیشتر از 200 تر به شورای علی مصالحه آمده اما ترها قابل تمکین نیستند قابل اعتناع نیستند تر که پشتش قوت سیاسی وجود داشته باشه حمایت سیاسی لازم داشته باشه وقتی که ما از اجماع ملی گپ میزنیم معنایش که پشت این تر که از اجماع ملی صادر میشه یک امارات سیاسی قوی وجود داره دا و در صورت هم طالبا باز و با تر مسئولانه برخورد میکنه و هم با اصطلاح حامیان طالبا و هم گردانندگان نشست استانبول به هر تر ولو هر زیبا باشه پشتوانی سیاسی نداشته باشه های امارات سیاسی نداشته باشه و بدر نمیخوره در عالم سیاست همی از زور گپ میزنه زور نقش تعیین کننده را داره ما وقتی که از اجماع ملی گپ میزنم هدف که تمام قوت های سیاسی در یک نقطه متمرکز شود و روی یک طرح واحد تاکید کنه باز در صورت به نتیجه ملموس و مشهود منتج میشه وقتی که از آدرس افغانستان و از زیر چتر جمهوری اسلامی چند طرح به نشست استانبول بره طرح آب سیاسی طرح پارلمان افغانستان طرح شورای عالی مساله احتمالا بعض ترهای دیگه باز این خود موقعیت موجود این طرف ها. از فوق چی می زیانبار می سازه جانب مقابل که اسلامی طالب هست اگر تا امروز که ما شنیدیم و انوز واید نیست آجه سراجنده و سر ترکیب که باید مرفی کنند انوز ما با توافق نایی نرسیدن اما در نهایت و یک طرف معادله هستند از این باید هیچ کس کار نکنه به ایک نقطه دیگه هم با استفاده از فرصت میخواهم اشاره کنم که خیلی مهم است آیا نشست استانبول مثل نشست بون یک نشست تعیین کننده یا بگویم سرنوشت ساز برای ملت افغانستان است جدا در معرض سوال است حکومت جدید ایالات متحده آمریکا با بانی که مطالعه مجدد یا ارزیابی مجدد موافقتنامه دوها در بالاخره محوریت دوها را کشید و بدون شک قرار گفتار خود مقامات امریکایی مایده دوها یا مایده سال قطر در طاق نسیان گذاشته شده بود گذاشته شد حالا عملا خواهی نخواهی فشار وارد شد نارضایت هایی بود و وارد... را نشست انقره بله؟ مکمل نشست دو حد نستم من میشه. فکر میکنم این برای ترزیه و برای اتمینان خاطر طالبا ایگه پا امریکای ها میگن ولی در حقیقت فهم ما که نسخه سال قطر دیگه چی شده یک نسخه متروکه است و در تاق نسیان گذاشته شده خیلی خود نو وزارت خارجی امریکا میته و وزیر خارجه امریکا میته که میگن با مشوری او با مشوری آقای خریزاد است اصلا نسخی اصلی ای است روی باید توافق صورت بگیرد به او خاطر فهم ما است که امروز 11 پریل اشتباه نکنم ما تا می وقت بسیار کم داریم و باز شما پیشتر گزارش گزارشتان که پخش کردید سخنگوی کاخ سفید گفته که برامدن قوای آمریکایی تا اول چالش برانگیز است آیا آمریکا اراده شان انوز واضح شده که میخه او زیر रिजومیخه در افغانستان به صفر تقرب بتا. معله سوال است متاسفانه. ممنون. وا خلکوتا اخلاقی رای حل که شما میگین. خلکوتا. ا ما فقط به دو نقطه اشاره میکونم. نقطه اولی یی کی تمام مجموعه ها و کسانی کی از طرف مردم دولت و حکومت افغانستان د نشاسته حضور خواهند داشت مورد جناب نوستاد گفتن باید اینا از یک طرح واحدی که به نفع مردم درست. افغانستان است از حمایت بکنه یک قوت باید باشه و دوم اینکه که هر طرحی که در اون جشی است اما منافع و خواستهای تمام اقشار مختلف افغانستان باید در ممنون از حضور شما در برنامه ما